در برنامه امروز میخواهم به خیشاوندی واژه‌ها بپردازم. انگیزه سخنم این است که بسیاری از بگردها یا کنسپت هایی که ما از زبانهای اروپایی میگیریم در بستر خانواده ای از واژه‌ها یا ترم‌ها ساخته شدن و توجه به خیشاوندی آنها مهم است، حالان که ما در ساختن برابر فارسی برای آنها به این نکته توجه نمی کنیم و این بی پیامدهای منفی زبانیک نیست. این را بارها در گذشته تکرار کردم که ما در فارسی سازنده بگرد یا کنسپت نیستیم. بگردها را از زبانهای اروپایی می گیریم و می کوشیم در برابرشان واژه‌ای فارسی بگذاریم. البته این تنها مسئله فارسی نیست و همه زبانها جز انگلیسی این مسئله رو دارن، حتی زبانهایی چون فرانسه و آلمانی. ولی مسئله های این زبانها که خود سازنده بگرد در دانش و فلسفه اند بسیار بسیار کمتر از دشواری های ماست. باید دانست که فارسی خوشبختانه دارای توانایی هایی است که بسیاری زبانها، برای نمونه عربی، ندارند و فارسی زبانان می توانند امیدوار باشند که زبان آنان از پس این دشواری ها برآید. ولی این کار با کوتاه بینی و روش های سنتی که برای نمونه فرهنگستان زبان به کار می برد شدنی نیست. در روبرویی با این بگردها یا ترمهای تازه که هر روز در رشته های گوناگون دانش ساخته می شوند، دو راه پیش پای ماست. یا اینکه ما آنها را همانطور از زبانهای اروپایی میپذیریم، به ویژه از انگلیسی که همکنون زبان دانش و تکنیک و فلسفه جهانی است، یا اینکه میکوشیم برای آنها برابر فارسی داشته باشیم. گرچه میتوان بسیاری از واژه‌های تکنیکی بین‌المللی را از انگلیسی پذیرفت و پارسید، یعنی پیرو قانون‌های زبان فارسی کرد، ولی همه واژه‌های علمی و فنی و فلسفی اروپایی را نمیتوان پذیرفت. شمار آنها چنان بسیار است که بافت و ساختار زبان فارسی را به هم می‌ریزد و به ویرانی آن می‌انجامد. نباید همون اشتباه غم‌انگیزی را که با عربی کردیم و تیشه به ریشه فارسی زدیم، این بار با انگلیسی کنیم. ما اصلاً حق چنین کاری را نداریم. زبان فارسی یکی از میراث‌های تاریخی و کم همتای انسان است و باید از آن پاسداری کرد، به آن توان تازه بخشید و به آیندگان واسپرد. در سراسر کره زمین زبان‌هایی که پیشینه تاریخی و فرهنگی پرباری چون فارسی داشته باشند بسیار کمند، شاید به شمار انگشتان یک دست نرسند. از این گذشته هیچ اطمینانی نیست که زبان انگلیسی برای همیشه جایگاه کنونی خود را داشته باشد. در اروپا صده ها زبان دانش و فلسفه و لاتین بود. فرانسه نزدیک به 200 جای آن را گرفت. ولی از جنگ جهانی دوم به بعد، یعنی 70-80 سالی است که انگلیسی زبان برتر جهان شده است. ولی هیچ ضمانتی نیست که انگلیسی برای همیشه این جایگاه را داشته باشد. شاید در آینده چینی یا اسپانیایی زبان چیره شود. فارسی نباید از اینجا رانده و از آنجا مانده شود، به ویژه آنکه همه افزارهای لازم را برای توانبخشی و پاسداری از خود دارد. در گذشته درباره این توانمندی‌های فارسی سخن گفتم، در اینجا تکرار نمی‌کنم. یکی از نمونه‌ها برای خیشاوندی ترم‌ها واژه کامیونیتی است در انگلیسی، کامیونیته در فرانسه. انگلیسی در اصل آن را از فرانسه میانه گرفته است. کامیونیتی عبارت است از یک گروهی اجتماعی که عضوهای آن دارای ویژگی‌ها یا منفعت‌های مشترکند و گاه در مکان مشترکی زندگی می‌کنند. مانند کمیونیتی چینی ها در آمریکا، کمیونیتی سیاه پوستان، کمیونیتی بوداییان، کمیونیتی شیمیدانان یا اخترشناسان. دو، کمیونیتی همچنین در بومشناسی اکولوژی به گروهی گیاه یا جانور گفته می شود که در محیط مشترکی زندگی می کنند و با هم واکنش دارند.
سه کامیونیتی معنای سوم می‌دارد که وضع با هم در اشتراک داشتن است. در این معنا اسم کیفیت است نه گروه اجتماعی. برای نمونه community of interests اشتراک منافع، community of goods اشتراک کالا و دیگرها. در فارسی برای این بگرد برابر روشنی نداریم. آن را اجتماع، جامعه، عامه، جمهور، اقلیت ترجمه کردند که هر یک از اینها در جامعه شناسی معنای خاص خود را دارد. در برخی فرهنگ ها هم آن را با عبارتی ترجمه کردند، گروهی از مردم که دارای ویژگی های مشترک هستند. این تعریف درست است، ولی باید این بگرد را تنها با یک واژه بیان کنیم، زیرا تکرار این جمله هر وقت که می‌خواهیم از کامیونیتی سخن بگوییم عملی نیست و به ویژه نشان دهنده این است که ما نمی‌خواهیم این بگرد را چنان که باید بشناسیم. به این سبب استاد دارگوش آشوری برای کامیونیتی برابر با همستان را ساخته است. با همستان میتواند یکی از برابرهای فارسی کامیونیتی باشد، ولی چنان که گفتم کامیونیتی تنها گروه اجتماعی نیست، اسم کیفیت است از صفت کامن و معنای اشتراک و با هم داشتن را میرساند. این نکته ما را به واژه کامن میبرد، یعنی برای داشتن برابر مناسبی برای کامیونیتی نخست باید تکلیف واژه کامن را روشن کنیم، به ویژه اینکه با داشتن برابر فارسی برای کامن میتوان همه ترمهای خانوادی وابسته به آن را ساخت. کامن را در فارسی مشترک میگویند که نه تنها عربی است بلکه مشکل ما را هم حل نمی کند. ببینیم کامن یعنی چه؟ کامن صفت است و با هم داشتن را توصیف می کند. برابر فارسیان می تواند همدار باشد، از هم یعنی با هم و دار دارنده از مصدر داشتن، چیزی که مشترک است، عضوهای گروه آن را با هم دارا هستند. پس همدار برابر چندان نامناسبی برای کامن به نظر نمی رسد. اگر همدار را بپذیریم کامیونیتی دو برابر فارسی خواهد داشت. همدارگان به معنای گروهی که دارای ویژگی ها یا منفعت های مشترکند. پسفندگان در فارسی گروه و جمع را می رساند. به این نمونه ها توجه کنید: دهگان، صدگان، گیوگان، دودمان گیو، کشوادگان، خانواده کشواد، خاصگان، یارگان به معنای جمع یاران. منوشهری می گوید رفتند به جمله یارگانت، بپسیج تو را هلا بین. برابر دوم کامیونیتی همداری خواهد بود که اسم کیفیت و وضعیت است از صفت همدار و می توان آن را در عبارت هایی چون همداری کالا، همداری منفعت به کار برد. چنان که در این تخت سیاه می بینید با داشتن همدار برای کامن می توان بگردهای جدا شده از آن را ساخت. همدار کامن، کامیونیتی یک، همدارگان دو، همداری. کامیون همداره، کمون پاریس همداری پاریس، کامیونیسم کمونیسم، همدار باوری، همدارگرایی، کامیونیتری همدارگانی، کامیونیتریسم همدارگان باوری، همدارگان گرایی. این نمونه ای بود از توجه به خویشاوندی واژه ها. فارسی وقتی توانتر می شود که ژرف‌تر به حل مسئله های واژگانیان بپردازیم. تصور نکنیم که می توان واژه ها را تک تک و بی رابطه با هم ساخت. نمونه دوم از خویشاوندی بگرد ها را در واژه اسوسییشن می بینیم. در فارسی به اسوسییشن انجمن می گوییم که بسیار خوب است برای دسته و گروه انسانی مانند انجمن ورزشی، انجمن ادبی، انجمن شطرنج بازان و دیگرها. این واژه را فرهنگستان یکم در برابر اسوسییسیون فرانسه گذاشته است. مسئله این است که اسوسییسیون معنای دیگری دارد و آن ربط چیزی به چیزی است در ذهن. در این مورد دیگر نمیتوانیم واژه انجمن را به کار ببریم، بی معناست. واژه روشنی هم برای این معنای اسوسییسیون نداریم. به کار بردن عبارت هایی چون ربط دادن چیزی به چیزی در ذهن عملی نیست.
نه تنها عملی نیست بلکه مانع می شود که به چنین بگرتی در زبان شخصیت لازم داده شود و ذهن فارسی زبان روشمندتر و پرسونتر شود. در دانش ها مثلا اخترشناسی تو اسوسییت و اسوسییشن به این معنا کاربرد بسیار دارن. برای نمونه ابر مولکولی اسوسییه ستاره، یعنی ابر مولکولی که ستاره در آن به وجود آمده، ابری که ممکن است ما نتوانیم آن را بنپاییم. پس در اینجا هم باید کار را سرسری نگیریم و بنیادی با مسئله برخورد کنیم. مقصودم این است که ما باید برای مستر تو اسوسییت یک مستر بسیط فارسی داشته باشیم. اسوسییت از لاتین می آید، از ستاک سوک به معنای با هم بودن، که سوسایتی به معنای جامعه هم از همین ستاک است. سوک از پورو هندو اروپایی سکیو ریشه می گیرد، به معنای دنبال کردن، با هم بودن. برابر اوستایی سوک هچ یا گاهی هخ و هش است. بخش نخست واژه فارسی باستان هخامنش، هخامنش به معنای پیرو اندیشه، همراه اندیشه، دوست اندیشه از همین ریشه است. همچنان که حرف اضافی فارسی از. بنابراین اگر از ریشه ایرانی هز که برابر ریشه سک در لاتین است استفاده کنیم، می توانیم جدا شده های این خانواده از واژه ها را بسازیم. نتیجه در این تخت سیاه دیده می شود. فعل تو اسوسییت آهزیدن، اسوسییشن آهزش برای ربط دو یا چند چیز به هم، و انجمن در همان معنایی که به کار می رود. اسوسییتیو آهزنده، آهزشی. اسوسییتیویتی آهزندگی. آهزندگی یکی از ویژگی‌های برخی عملیات در ریاضی است، مثلا در جمع بستن. دیسوسییت واهزیدن، دیسوسییشن واهزش. در شیمی از هم گسیختن مولکول به چند پاره است. با هر یک از این واژه ها ده ها ترم دیگر در دانش های فیزیکی ساخته می شوند. و سوسایتی که به آن جامعه می گوییم هزانه. وقت ما به پایان رسید. اینها دو نمونه بودند از توجه به خویشاوندی واژه ها در زبان های اروپایی.